ansarkilib.ir تقدیم می‌کند. انتشار تصاویر دیدار فائزه هاشمی با فریبا کمال‌آبادی، عضو ارشد فرقه زاله بهائیت ایران که به تازگی بعد از 8 سال زندان به مرخصی آمده، از دیروز خبرساز شده. در تصویری که از این دیدار منتشر شده، عکسی بر روی دیوار از عباس افندی، فرزند ارشد بهاءالله، بنیانگذار بهائیت که به نام عبدالبهاء شناخته میشه و سومین شخصیت محوری بهائیت دیده میشه. پیش از این فائزه هاشمی در مصاحبه ای با روزنامه فیگارو ضمن بیان خاطرات خود با بهائیان در زندان، اونها را انسانهای بزرگی دونسته بود. انتشار عکس دیدار فائزه هاشمی با جمعی از اعضای فرقه زاله بهائیان انتقادات شدید بسیاری از رسانه‌ها و شخصیت‌های سیاسی حتی اصلاح طلب را در پی داشته. بسیاری از روزنامه‌های اصلاح طلب در شماره امروز این گونه اقدامات فرزندان هاشمی رفسنجانی را موجب وارد شدن هزینه‌های بی‌مورد به رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کردند. از جمله اینها، روزنامه اعتماد در شماره امروز خودش با انتقاد از دیدار فائزه هاشمی با اعضای فرقه زاله بهائیت نوشته این بی‌تدبیری را چگونه میتوان توجیه کرد. این روزنامه اصلاح طلب با طرح این پرسش که تا کی هاشمی باید بی‌تدبیری فرزندان و اطرافیان را تحمل کند، مینویسد نتیجه این اقدامات تنها به زیان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تمام میشود. در همین حال حسام الدین آشنا، مشاور فرهنگ رئیس جمهور، هم در صفحه اجتماعیش نوشته ای کاش آنانی که نام بزرگشان بر نام کوچکشان غلبه دارد، به جای انتشار تصاویر عید دیدنی های پسا نوروزی، کمی هم در عواقب امور اندیشه و نصیحت پدر را آویزه گوش می کردند. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام از دیدار دخترش با فرقه زاله بهائیان انتقاد کرده و گفته فائزه اشتباه بدی کرده و باید اونو تصحیح و جبران کنه. هاشمی رفسنجانی در واکنش به دیدار دخترش با برخی اعضای این فرقه به این نکته هم اشاره کرده که بهائیت یک فرقه استعمار ساخته است. وی بهائیت رو فرقه منحرفه دونسته و گفته ما همیشه از این فرقه تبری جسته ما می‌جوییم. در پی سخنان هاشمی رفسنجانی درباره اینکه دیدار دخترش با برخی اعضای فرقه بهائیان اشتباه بوده و باید جبران بشه، فائزه هاشمی در واکنشی عجیب به سخنان پدرش گفته هیچ کار خلافی نکردم و پشیمان هم نیستم. اون در جمله عجیبتر تاکید کرده که کسانی که از این دیدار انتقاد میکنن دغدغه دین ندارن. دختر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به طرز عجیبی در حمایت از بهائیت مدعی شد در ایران به بهائیان ظلم میشه. فائزه هاشمی با بیان اینکه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه ده وجب، تاکید کرده که این موج هم میگذره و من نگران نیستم. البته نگذشت هم مهم نیست، باید هزینه داد. و اما در پی دیدار فائزه هاشمی با برخی اعضای فرقه زاله بهائیت در تهران، بنگاه سخن پراکنی بی بی سی به تمجید از این اقدام وی پرداخته. این شبکه با تجلیل از فائزه هاشمی، از وی به دلیل این دیدار به عنوان شخص والا یاد کرد. بی بی سی ابراز امیدواری کرده که این قبیل اقدامات ادامه پیدا کنه. یکی از عواملی که باعث تقویت روح جامعه باهایی هست و به اونها قوت میده بعد از تحمل این همه سختی ها، همین حمایت هموطنان چه در داخل ایران چه در خارج ایران هست. اشخاص والایی مثل خانم فائزه رفسنجانی، ایشون این مسئله رو درک. در تحولی دیگه، بازاریان تهران هم توماری رو علیه فائزه هاشمی به دلیل ملاقات با یکی از اعضای فرقه زاله بهائیان امضا کردند. قرار این شکوائیه امروز تقدیم دادستان تهران بشه. و آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید نسبت به دیدار فائزه هاشمی با برخی اعضای فرقه زاله بهائیت واکنش نشون داده. گفته این جانب منتظر بودم ببینم کسی اعتراض میکنه یا نه. دیدم متاسفانه خبری نیست، تا اینکه امروز شنیدم پدر او اعتراض ملایمی کرده که جای شکرش باقیه.
این مرجع تقلید با انتقاد شدید از سکوت سایر افراد افسوده چرا دیگران سکوت کردند؟ مگر این کار یکی از منکرات مسلم نیست؟ آیا جای نهی از منکر ندارد؟ آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرده بنده به سهم خود این گونه کارها را شدیداً محکوم می کنم و معتقدم این جرم از نظر شرعی قابل تعقیب است، زیرا تقویت دشمنان اسلام و دشمنان نظام از نظر شرعی جرم محسوب می شود و می توان مجرم را تعقیب کرد.